برادر من صبح روز 29 دی ماه تو محل کارش صبح خیلی زود، چون برادر من خیلی صبح زود میره سر کار، دستگیر شده. طبق قانون بعد از 2 ماه دیگه این بازداشت نمیتونه تمدید بشه، ولی همچنان پدرم رو نگه داشتم بدون اینکه بخوان ایشون رو آزاد بکنن یا پرونده رو به دادگاه ببرن. قاضی پرونده تنها سوالی که از من پرسید این بود که این شعر از شما هست یا نه، و من تایید کردم و فکر میکنم همین جواب و همین سوال بیشتر از یه چند ثانیه طول نکشید. بازداشت 88 که داشتم رو مقالات من بیشتر سوال میکردن که شما در مقاله فلان این رو گفتید، و اساسا اطلاق عنوان جرم بر فعالیت سیاسی مخالف بی‌معنی و غیر قابل توجیه. اولا مسئله از اساس سیاسی، به همین دلیل هم 34 سال این مسئله معوق مونده. این تعویق طولانی دلیل داشته. جرائم سیاسی 3 تا ویژگی داره که با این 3 تا ویژگی از جرائم عمومی متمایز میشه. اول اینکه جرم سیاسی اقدام برخواسته از عقیده است، جرم عقیدتی است. دوم اینکه در جرم سیاسی متضرر از وقوع جرم هیچ شخص خاصی نیست، بلکه هیئت عمومی جامعه است. عملی که اسمشو میذارن جرم سیاسی متوجه هیچ شخص یا اشخاص خاصی نیست. سوم اینکه در نتیجه وقوع جرم سیاسی هیچ گونه منفعت شخصی برای مرتکب قابل تصور نیست. این 3 تا شاخص های اصلی جرم سیاسی است. اگر نیک بنگریم یه چنین اقداماتی اساسا جرم نیست و لفظ جرم رو فقط به این دلیل در مورد اونها به کار میبرن که در قوانین برای ارتکاب اونها مجازات در نظر گرفته شده، و این نوع موضع‌گیری قانون هم در برابر مخالفین سیاسی خودش یه موضع‌گیری کاملا سیاسیه و اساسا اطلاق عنوان جرم بر فعالیت سیاسی مخالف بی‌معنی و غیر قابل توجیه. جرم سیاسی در واقع اقدام سیاسی مخالف برخواسته از عقیده است، نتایجش متوجه شخص خاصی نیست. پدر من حدودا 8 سال زندانه، شهریور ماه سال 86 دستگیر شدن و 17 سال حکم دارن که 15 سالش به اتهام محاربه است، 2 سالش اتهام توهین به رهبر که جمعه میشه 17 سال. بعد اتهامش این حکمی که باش 17 سال گرفته، اتهامش هم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. برادر من صبح روز 29 دی ماه تو محل کارش صبح خیلی زود دستگیر شده، و در واقع کسی از خانواده و اونجا نبوده و من حتی نمیدونم که کسی از همکاراش اونجا بوده. یعنی من از اطلاعی نمیدونم در مورد اینکه نحوه دستگیری برادرم چجوری بوده بهتون بدم. فقط میدونم که خب کامپیوترهای شرکت محلی، شرکت خصوصی برادرم کار میکنه، حسابدار یه شرکت خصوصی در واقع، که اونا رو بردن، ولی اینکه نحوه دستگیری چجوری بوده، خودش رو معرفی کردن که کیان، نشون دادن چیزی که مثلا از چه نهادی میان، اینا من بی اطلاعم. اما تو خونه قضیه فرق داشت. همزمان که میریزن توی دفتر کار برادرم، میدن خونه که همسرش و پسر 18 ماهش خونه بودن، اونم صبح خیلی زود که خب طبیعتا خود میتونید تصور کنید که صبح خیلی زود زنگ زدن خونه یه سری آدم که بیان خونه، که اصلا معلوم نیست کیان کجا میان چه وضعیتیه. بعد وسایل رو بردن، کامپیوتر و موبایل و این حرفا. کاری که کردن این بوده که همسرش رو تهدید کردن که اینکه که مسئله رو خبری نکنه، به کسی نگه که ما دستگیرش کردیم و با کسی صحبت نکنه، و اینکه بازم تهدید کردن. جالبش اینجا بوده که به همسرشون گفتن که خب چرا با همسرت حساب مشترک داری،
که خب این خیلی عجیبه من برای همه، این که خب حساب مشترک داشتن یه نفر به همسرش میگه جرم محسوب نمیشه، یه کسی تهدید محسوب نمیشه خب برای حساب مشترک داریم. ولی اینکه به چه اتهامی دستگیر شده، من واقعا ما همه شوک زده ایم، چون تو خانواده ما من خودم پدرم و من به دلایل مختلف دستگیر شده و برادرم تنها کسی بوده که هیچ وقت درگیر هیچ گونه مسئله سیاسی نبوده. ما الان خیلی فعلا موندیم که خب الان قضیه چیه، اصلا چطور ممکنه که همچین چیزی اتفاق افتاده باشه. الان هلوهوش 2.5 ماه هستش که پدرم زندان هستش. همونطور که میدونین اومدن از خونه بردنشون به دوست افراح و یک سری وسایل هم ضبط کردن. از اون تاریخ بازداشت موقت بودن مثل این که، و بعد از 1 ماه دوباره بازداشتشون رو تمدید کردن. طبق قانون بعد از 2 ماه دیگه این بازداشت نمیتونه تمدید بشه، ولی همچنان پدرم رو نگه داشتن بدون اینکه بخوان ایشون رو آزاد بکنن یا پرونده رو به دادگاه ببرن یا کارهایی که بعد انجام بدن، حداقل قرار وثیقه یا حتی انتقال به قسمت عمومی زندان. برای همین پدرم دوباره شروع کرد به اعتصاب غذا و از چهارشنبه هفته گذشته تا به الان اعتصاب کرده تا اینکه یکم تکلیفش روشن شه، و اگر تا هفته دیگه این تکلیف روشن نشه شروع میکنه از اعتصاب غذای تر به اعتصاب غذای خشک و شروع میکنه قرص هاش رو کم کردن و کاملا از بین بردن. طبق شرایطی که پدرم داشته خیلی وابستگی شدیدی به این قرص ها داره، به خاطر اتفاقایی که تو زندان دفعه قبل براشون افتاده، کلیهشون از کار افتاده، فشارشون بالا پایین میشه و همینطور خیلی خطرناک هستش به خاطر استرسی که به ایشون وارد میشه، ممکنه هر لحظه اتفاق واسهشون بیفته. ولی و اینجا در زندانی هم که الان هستن بردن توی یک قسمتی که با 2 نفر دیگه هستن ولی به صورت عمومی نیست، یعنی مثل زندانی های دیگه حق رفتن به هواخوری ندارن، حتی اگه کتاب بخوان حقشو ندارن، یعنی تمام اون مزایایی که یک زندانی باید داشته باشه رو ندارن و در از تا حدودی میشه گفت ایشونو گروگان گرفتن تا نتونن با جایی صحبت بکنن یا حرفی بزنن. پدر من کسی هستش که خیلی از این رابطه هایی که به وجود میاد و این لیستایی که درست میشه رو توش یک کمک هایی میکنه و برای همین خواستن که زودتر از موعد بیان ایشون رو از صحنه خارج بکنن تا بخوام ببینن نتایج این انتخابات چی میشه و وقتی که نتیجه مشخص شد اون موقع شاید تصمیم های دیگه بگیرن. ولی در حال حاضر ایشون رو به صورت غیر قانونی سپاه نگه داشته و تو شرایطی که نباید اینجوری باشه، حداقل باید بتونن برن دکتر، ولی خب اونجا حتی دکتر هم نیست. یک یا 2 یا 3 بار ملاقات داشتن با خانواده ولی غیر از اون که ملاقات اول بعد از 1 ماه و 10 روز بوده، ولی هیچ گونه توضیحی در مورد اینکه در آینده بسیار نزدیک چی میشه یا حتی طولانی تر نبوده و نیست. دادگاه ما 16/9 بود، یعنی 16 آذر ماه، و قاضی پرونده تنها سوالی که از من پرسید این بود که این شعر از شما هست یا نه، و من تایید کردم و فکر میکنم همین جواب و همین سوال بیشتر از یه چند ثانیه طول نکشید. راجع به دفاعیات، راجع به تک تک عبارات این شعر فکر میکردم که ممکنه سوالاتی پرسیده بشه و به هیچ وجه قاضی وارد این بحث نشد. من فکر میکنم که قاضی پیرامون این نوع پرونده ها تقریبا هیچ
قضاوتی نداره و دستور از جای دیگه براشون صادر میشه. 18 ماه حبس تعزیری و از 27 یعنی از 3 روز پیش که به من ابلاغ شده، من به مدت 20 روز فرصت دارم که به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان اعتراض رو ارائه بدم تا رسیدگی بشه. امیدوار هستم که توی دادگاه تجدید نظر یه حکم صادر بشه که به نفع ما باشه. من امیدوار هستم، هرچند که اگر همین حکم هم تایید بشه، ما مسیری که انتخاب کردیم پیشبینی همین نتیجه رو هم داشتیم. کما اینکه توی بیت آخر همین شعر من میگه که یه تمل شاعر فردا غمین باشد، یا در رجای شهر یا در اوین باشد. البته امیدوارم که اینطور نباشه. ببینید، شاکی من واحد اطلاعات سپاه کاشان بوده، موضوعش هم عفت عمومی بوده و نشر اکاذیب که فکر میکنم نشر اکاذیبش مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته. من اون اول که سال 68 که من رو بازداشتم کردن به خاطر توهین به رهبری بود، ولی اون چیزی رو که آمدند و شایع کردن، گفتن که ایشون اجازاتش رو جعل کرده. همین برنامه ای رو که سر آقای هنرور شجاعی، نمیدونم شما شنیدید یا نشنیدید، یکی از روحانیونی هستش که ایشون رو چندین سال هستش که گرفتن، دقیقا همین بلایی رو که سر این آوردن سر ما سال 68 آوردن. بازداشت 88 دوری که داشتم رو مقالات من بیشتر سوال میکردن که شما در مقاله فلان این رو گفتی، در مبحث نمیدونم فلان اون مطلب رو گفتی. دقیقا تفتیش عقاید توی دادگاهمونم روی این مسئله ها که شما شهادت رو بردید و زیر سوال بردید و گفتید که این شهادت نمیدونم فلان است و بهمان است، که من به رئیس دادگاه گفتم مسئله ای نداره، شما یه آیه بیارید که کسایی که کشته شدن رو خدا شهید اعلام کرده، منم قبول دارم. ما همچین لفظی رو نداریم توی قرآن. این که دین رو باید از دولت جدا کرد، این به خاطر این استش که همین مشکلات پیش نیاد. الان این مشکلاتی که هستش فقط هم در رابطه با بهائی‌ها نیست، حالا این یه مقداری بیشتر مطرح هستش، و الا مشکلات زرتشتی هم سر جاش هست، مشکل مندایی هم سر جاش هست. چند وقت پیش رفته بودن قبرهای مندایی ها رو زده بودن، خراب کرده بودن. این و برادران از دیانت اسلام، این در اشتباهه، چون ما سالیان سال هزاران سال اینجا زندگی کردیم، دچار مشکل نشدیم باهاشون، نه با این نسلی که داریم زندگی میکنیم، نه ده نسل قبلمون هم زندگی کرده با دین اسلام، مشکلی نداشتیم. این مشکل وجود اومده، چه کسی مسئول این مشکل است؟ الان دو سه روزه از طریق فضای مجازی چیزایی من دارم میخونم که اصلا باورش برای من سخته، که از عمد این کار انجام دادن، ولی من میگم از عمد نیست. با این که الان 4 تا قبر وجود داره در این منطقه و مورد استهداف اشخاصی، حالا شخص یا اشخاصی قرار گرفته، ولی بازم ایمان ندارم به این قضیه. و من صحبتی هم که با یکی از رهبراشون داشتم این هستش که هنوز اینها به رسمیت شناخته نشدن. حالا آقای یونسی میگفتن که ما صحبت کردیم باشون که ایشون بیادش و مسئله انجمن اینها رو یه فکری براشون بکنه، با اون که از نظر اینا میگن خب اینا از نظر قرآن حتی تایید شدن مندایی ها، ولی با تمامی اوصاف حقوق اونها هم در نظر نمیگیرن. حالا بهایی ها که هیچی، وقتی که شما دین رو داخل در دولت بکنید، دولتی که وظیفش این استش که به همه اقشار مردم بدون در نظر گرفتن هیچ گونه از گرایشات فکری و جنسیتی و سیاسیشون خدمات بایست بده، این مشکلات هم پیش میاد.